به نام خدا امیر محمد یزدانی رو در تصویر ملاحظه میکنید تا حالا دقایق دیگر به روی تشک خواهد رفت. از کشی هنوز شروع نشده، کشی صبح روز دوم. آیا عامل هم اینجاست؟ آیا عامل سلام، ارادت زنده باشید. ارادت دارم، زنده باشید، زنده باشید. یه صحبت با مردم داشته باشید. فقط این که دعا کنن انرژی مثبت بفرستن تا بتونیم دست پر برگردیم دیگه. تشکر. انشالله انشالله. ممنون، مرسی، موفق باشید. کوچ که میاد با فوتو. اولین کشش رو خوب شروع کردی. جان چطور می شرایط امروز؟ خداشو خوبه. امیرم کشش رو خوب شروع کرد. حالا کشش دومش احتمالاً با حریف پورتوریکو داره. ان شاء الله که دیدیم. آره امیر محمد یزدانی بعد از غلبه بر این کشتیگیری که از کنار من رد شد، حریف لهستانی، در حال رفتن به اتاق گرم. آفرین بر امیر محمد یزدانی، خسته هم نباشی دلاور، برات آرزوی موفقیت داریم. فردا طلا میگم، طلا ان شاء الله. فردا طلا میگم. مرسی، ماشاءالله. امیر محمد دست در نکنه، عالی کشتی گرفتی. امیر محمد یه طلای خوش رنگ میدی بهمون دیگه انشالله فردا. محمد نخودی کشی اول خوب شروع کرد. ما براش کشی خوب شد. همه کشی رو هم با صلابت کشی بگیر و حریفاش اینکه پس از یه شکست. مرسی، متشکرم. متشکرم. مرسی. ماشاءالله نخودی. خدا قوت. خیلی عالی بود. نخودی جان. مبارزه خیلی سختی داشتی. حالا من ایتم در حساب نمیگردم. خدا شکر کنستم. دوستانی آخر. امتیاز بگیرم. با به فینال فیزه کنم. انشالله با دعای مردم بتونم فینال هم ببرم. آقای امیدواریم همه گیر. آقا امیری خسته نباشید. آقای دکتر خسته نباشید میگم بهتون. یه موضوعی که خیلی مهم بود تو این چند تا کشی ما ثانیه آخر نتایج خیلی خوبی تونستیم بگیریم. خدا رو شکر، خدا رو شکر بدن بچه‌ها خیلی خوب برگشته، ریکاوری شده. خدا رو شکر که مردم رو شاد. مرسی، متشکرم دکتر جان. اون مسئول دوپینگ، اون همون خانم مسئول دوپینگ، کنترل دوپینگ، بعد برای بهشون امضا بده. خسته نباشید خودی جان. احسان خانم بگم باشید.
آقای درستگاه سلام و خسته نباشید دارم خدمتون. امروز روز خیلی خوبی برای کشتی ما بود. ما چهار فینالیست در واقع چهار وضع دوم داشتیم. دو تا از فینالیست های روز گذشتمون هم حسن یزدانی و امیر حسین زاده تونستن طلا کسب کنن با طلایی که میشه گفت با شکست رقبای دیرینه خودشون و خیلی دلنشین و دلچسب بود. بفرمایید راجع به مسابقات. به نام خدا با عرض سلام خدمت بینندگان خوب برنامه‌تون. باید عرض کنم که قبل از هر چیزی لطف خدا و اهل بیت شامل حال این بچه ها شد و ما تونستیم که نتیجه زحمات این یک ماه و نیم دو ماه گذشتمون رو بگیریم و خدمتتون عارضم که برنامه تمرینی و برنامه فنی آنالیزی که داشتیم خدا رو شکر تا اینجای کار خوب جواب داده، به خصوص در مورد کشتی کامران قاسمپور مقابل کارکس، حسن یزدانی مقابل تیلور و همچنین امیرحسین زاره مقابل تاهاگل و پتریاشویلی. خدا رو شکر داریم خوب میریم جلو. انشالله که این پیروزی ها رو تقدیم میکنم به مردم خوب کشورمون که دعای خیرشون حتما بدرقه راه این بچه ها بوده و ما هیچ کاری نداریم که اون رو پیشکش مردم خوب کشورمون کنیم. ما تقریبا تیکه بریم جلو راجب حسن یزدانی و امیرحسین زاده که امروز طلا گرفتن. مبارزه خیلی خوبی داشتن و خیلی در واقع میشد گفت که مردم ایران منتظر شکست این دو تا بودن، چون که هر دو این ورزشکار در واقع با کشتی تو المپیک به حسن یزدانی امیرحسین زاده واگذار کردن به این دو ورزشکارا. تیلور که سه بار حسن یزدانی رو برده بود و واقعا مردم دوست داشتن که حسن یزدانی شکست بده، انتقام باخت‌های قبلی و کسب مدال طلای جانی و همچنین امیرحسین زاره که در واقع در المپیک به این ورزشکار سنگین وزن گوجی کشتی رو واگذار کرده بود. خدمتتون عرض کنم که واقعا این دوتا کشتیگیرمون عالی کشتی گرفتن و هم حسن یزدانی به غیر از تیلور، حالا قبل تیلور آرتور نایفونوف روس رو داشت که تو المپیک واقعا مبارزه پایا پای رو داشتن، ما خوب آنالیزش کرده بودیم. حسن خوب آنالیز رو پیاده کرد و تونست یه کشی یک طرفه 8-2 نایفونوف رو شکست بده و در دیدار فینال هم تلسم شکست ها مقابل تیلور رو به خوبی شکوند و میگم با برنامه ریزی که شده بود مو به مو برنامه رو اجرا کرد. خدا رو شکر با اون هوش بالا و جسارت و سلحشوری که خودش داره خدا رو شکر تونست تیلور رو پا در بیاره و دیدید که کل کشی هم مسلط بود به تیلور و الحمدلله نتیجه خوبی گرفت. امیرحسین زاره هم باز دو تا حریف قدر داشت، دو تا قهرمان جهان المپیک، هم تا گل ترک و هم پتریاشویلی گرجستانی، همونجوری که گفتید پتریاشویلی در مسابقات المپیک امیرحسین رو شکست داده بود، ولی ما برای جفت کشتی هم برنامه داشتیم و به نوعی ما تو طول این اردوها شاید روزها روی کشتی این دو نفر کار کرده بودیم و قبل کشتی هم برنامه‌ریزی رو نهایی کردیم و خدا رو شکر هر دوشون نتیجه گرفتن. چهار کشتی در فینال فردا داریم. تا این لحظه دو طلا و چهار نقره‌مون هم مسجل شده. بله. امیدواریم که فردا رنگ این نقره‌مون به طلا تبدیل شه. اشاره به کامران قاسمپور داشتین، کاکسی که تا به حال به هیچ ایرانی نباخته بود، کامران قاسمپور به زیبایی شکستش داد. کاکس خیلی کشتی‌گیر خوبیه و دو تا مدال طلای سالهای مسابقات قهرمانی جهان رو با اقتدار کسب کرده بود. ضمن اینکه کاکس کشتیگیر بود که برای المپیک به وزن 97 کیلو اومده بود و قالب بدنش کشتیگیر 97 کیلوه و فراموش نکنیم که کامران قاسمپور هم کشتیگیر 86 کیلو، یعنی دو وزن با هم اختلاف داشتن، اونم تو این سطح از کشتی و این کلاس از کشتی. ولی واقعا کامران قاسمپور دلاوری به خرج داد، غیرت به خرج داد و برنامه‌ها رو بسیار خوب اجرایی کرد، با هوش بالا با غیرت مثال زدنی، با اون کلاس خوب فنی ایرانی کشتی گرفتن و زیرایی که بسیار ناب گرفت و سند شکست کاکس رو به خوبی امضا کرد. پیشبینیتون از وزن دیگه؟ چهار وزن دیگه. نه حسن چیزا تو کامران توضیح دادیم. خدمتتون عرضم که پیش بینی کردن که میدونی سخت، ما همه کارمون رو کردیم و بقیه نتیجه رو سپردیم به خدا. انشالله که خدا کمک میکنه و بچه ها بهترین نتیجه رو میگیرن. خیلی ممنونم، خیلی لطف کردین، سلامت باشین. انشالله که چهار وزن که فردا مسابقه دارن هر چهار تا طلایی باشن انشالله و شیرین. اینم باید اشاره کنید اضافه کنیم، ما امروز
6 تا کشتیگیر داشتیم، هیچ کدوم نباختن، بدون باخت. تنها کشوری ماشاءالله که بدون باخت بودیم تو روز دوم مسابقات. معنی میشه گفت یه رکوردی برای ورزش ما بود، برای کشتی ما بود که ما 6 تا کشتیگیرمون تو یک روز هیچ کدوم نباختن و همگی برنده شدن. بچه قهرمانه بزرگی رم شکست دادن. عرض کردم لطف خدا بوده و دعای خیر مردم، نظر خاص و ویژه اهل بیت که این پیروزی‌ها رو برای مردم خوب کشورمون رقم زدن.